مثلا مجدد موضوعات ادامه میدیم در ادامه جلسه گذشته روی اهمیت نخود صحبت خواهیم کرد که از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سطح زیرکشت و از لحاظ مقدار تولید و ایجاد شغل و تبادل ارز در جهان نخود جایگاه خیلی خوب داره. بنابراین این میرسونه که از لحاظ اقتصادی ارزش خیلی ویژه و بالا داره. زمانی که ما روی ارزش اقتصادی صحبت میکنیم، در صورتی که ارزش اقتصادی خوب داشت حتما ارزش غذایی بالایی داره، مواد غذایی. بذور رسیده و خشک نخود دارای ارزش غذایی زیادی هست، بخصوص از لحاظ مقدار پروتئین در حد بالای قرار داره، بین 18 تا 23 فیصد پروتئین داره، از قابلیت نگهداری و ذخیره خوب برخورداره نسبت به بعضی از نباتات دیگر، بخصوص در بین فامیلی حبوبات. قابلیت ذخیره سازی نخود آسان تر از باقی حبوبات هست، چون خود نخود از یک بذر خیلی سخت تشکیل شده، بلند در مقابل بعضی از آفات ذخیره خانه ها مقاوم تر هست نسبت به انواع دیگر از حبوبات. برای تغذیه انسان ها و تغذیه دام استفاده میشه. شما میبینید در مصرف غذای انسان ها چقدر رول داره. در بین اکثر غذاها از نخود استفاده میشه و به شکل آرد شده آن در غذای جیره غذایی حیوانات و پرندگان هم استفاده میشه، چون مقدار زیاد پروتئین داره و پروتئین مورد نیاز بدن موجودات حیه به خصوص انسان ها و حیوانات تامین میکنه. با حاصل خیزی خاک به ویژه در مناطق خشک مؤثر هست، چون از جمله نباتاتی هست که در مقابل کمبود رطوبت مقاومت داره، ریشه های عمیق داره، در شرایط للمی میشه کشت بکنید. سازگاری بیشتر با شرایط اقلیمی کشور داره و میتواند بخشی از نیازهای پروتئینی کشور تامین بکنه، چون افغانستان یک اقلیم نیمه خشک داره، اکثرا مناطق در بعضی از سالها ما مقدار باران خیلی کم داریم و آب مورد نیاز برای بعضی از نباتات ما که به آب زیادتری نیازمند هست مغرور به کشتار نیست و ما وابستگی به نباتات داریم که به مقدار آب کمتری نیاز داشته باشه، بخصوص در شرایط للمی توافق داشته باشه، چون اکثرا اراضی افغانستان به شکل للمی کش میشه، شرایط للمی آماده هست، در شرایط للمی مقدار باران های زیادتر از شرایط جلگه وجود داره. بنابراین یکی از جمله نباتاتی هست که به شکل وسیع در تمام نقاط افغانستان کش میشه. دلایل کاهش عمل کردن خود، حساسیت انواع به بیماری ها، خسارت آفات و عدم واکنش انواع کنونی به مدیریت فشرده، استفاده از کود و آبیاری دلایلی هست که کاهش نخود، البته کاهش تولید نخود بقبال داره. اکثرا به شکل للمی کش میشه، به بیماری ها توجه نمیشه. آفات همچنین یکی از جمله دلایل کاهش عمل کرده آن هست و در صورتی که ما از نخود به شکل آبی استفاده بکنیم،
مدیریت فشرده تری داشته باشین، از کودها زیادتر استفاده بکنین، چون بعض ران بزرای اصلاح شده نیست در مقابل مقدار زیادتری از کود عمل کرده مثبت از خود نشان نمیده. نیاز به ورایتی های هست که در مقابل افزایش مواد غذایی در عمل کردن افزایش مثبت ایجاد کردند. خصوصیات نباتی نخود از جمله گیاهان یک ساله و روز بلند هست. نخود مناطق عمده کشتان شبه‌قاره هند، غرب آسیا شامل افغانستان، ایران و ترکیه، شمال شرق افریقا، اروپا، ایتوپی، امریکا و استرالیا ها هست. البته در نقاط مختلف از جهان کش میشه، ولی این نقاط مناطق عمده کشت تولید نخود در جهان هست و مقدار زیادی از نخود در این مناطق تولید میشه. 60% کل ارزی تحت کشت حبوبات در هندوستان واقع شده که در هند به روش های مختلف از نخود استفاده میکنن. بنان مقدار تولید آن و مقدار سطح زیر کشت آن در هندوستان خیلی زیادتر هست نسبت به مناطق دیگر از جهان. داره یک ریشه بسیار قوی هست نخود که عکس العمل مثبت در مقابل خشکی از خود نشان می دهد. ارتفاع بوته بین 20 تا 60 درصد هست. از جمله نباتات بوته ای هست، بوته آن در حدود 60 سنتی طول خواهد داشت و انواع دیگری که عین مثل لوبیا داشته باشد در نخود موجود نیست. دارای ساقه های فرعی و منشعب سطح اندام ها مانند لوبیا هم از نخود کربدار هست و برک های مرکب دارای 9 تا 11 جفت بچه بیزی شکل و شکل نکدار دیده میشه. برک ها به شکل مرکب هست که در روی هر برگ مرکب خودی در 9 تا 11 جفت بچه وجود داره، به شکل دوبرگی که یک جفت بچه ایجاد میکنه. گلهای منفرد در انتهای شاخهای نازک بر روی دنگلها دنگل بلند دیده میشه. رنگ گلها سفید، آبی یا بنفش و یا هم به شکل کمرنگ دیده میشه و از جمله نباتات خود الغای سلفپلونشن هست. الغای خودی داره، میزان ناباروری از 1% تجاوز نمیکنه. اونایی که گلهایی که بارور نمیشن در حدود 2% گلهای تولید شده بارور بشن. بلند یک گپ خیلی خوب هست که مقدار ناباروری در گلها خیلی کم هست. میوه به شکل غلاف یا نیام هست، در وسط در قسمت های وسطی غلاف پهن و در کنارها هرچی نزدیکتر میشه باریکتر و نکتستر میشه. محتوای یک یا دو دانه در هر غلاف و نیام وجود داره و هر بوته ممکن 50 تا 150 عدد غلاف داشته باشه، در صورت که در هر بوته ما 150 نیام داشته باشیم، در هر نیام دو بذر داشته باشیم، در حدود 300 بذر از یک بوته ما میتونیم به دست بیاریم. در این قسمت ریشه خود نخود میبینید که ریشه خیلی عمیق و تراکم ریشه خیلی زیاد هست. مقدار ریشه در هر بوته خیلی زیاد هست. اگر در سطح زمین پخش میشه از هر کدوم از اینا ریشه های یک مانند بیشتری تولید میشه و ساحات خیلی وسیع از زمین رو میگیره. بران مقاومت زیادی در مقابل خشکی خواهد داشت و برگان به شکل یک دمگل بلند که در قسمت انتهای دمگل گل تولید میکنه، از یک پای بلند به
ساقه وصل است که در مجموع در قسمت های انتهایی خود پایه وجود داره و گل ها به شکل های مختلف، گل های سفید و آبی و بنفش و رنگ های کم رنگ تر دیده میشه و پلی ها یا غلاف و نیامازو عمدتا در قسمت بالایی که گل تولید میکنه تولید میشه و از یک نیام تقریبا که دو بذر در خود، یک تا دو بذر در خود جای داده تشکیل میشه. در قسمت های وسطی پنتر و در دو قسمت در دو انتهای آن باریکتر هست. برگ ها به شکل برگچه مرکب که در حدودا 9 تا 11 جفت برگچه در روی هر برگ مرکب دیده میشه. سطح دانه بعضی انواع، در بعضی انواع صاف و در بعضی هم چروکیده هست. بعضی از بذرها سطح چروکیده دارن، چملکتر هم، مقدار مواد غذایی کمتری دارن و در بعضی کاملا صاف و توپلتر هستن. وزن صد دانه 9 تا 40 گرام متغیر هست. هرچی بذرها روشنتر باشد وزن بیشتری داره، اگر روشنتر باشه مقدار وزن سنگین تری خواهد داشت، در صورتی که اگر رنگ های تیره باشه مقدار وزن کم تری خواهد داشت. توصیه رشد رویشی در زمان گلدهی و تشکیل غلاف ها ادامه نمی آورد، در صورتی که زمان گل شروع میشه، زمان غلاف ها تشکیل میشه، رشد رویشی خاتمه می آورد. بر اساس اندازه بذر نخود به دو دسته تقسیم میشه، یکی نخود کابلی یا ماکرواسپرما که دارای رنگ بذر سفید و هر غلاف یک تا دو بذر درشت داره، وزن 1000 دانه 250 گرام هست و دومین نوع نخود، نخود محلی است یا ماکرواسپرما ها، دارای بذر کوچک با شکل های نامنظم و رنگ های مختلف، دو تا سه بذر در هر غلاف دیده میشه. مقدار بذر زیادتری در هر غلاف داره و در ماکرواسپرما ها مقدار یک تا دو و در میکرواسپرم ها یا نخود محلی دو تا سه، چون کوچکتر هست، بذرهای کوچکتر دارد، مقدار آن تعداد آن زیادتر خواهد بود. نیازهای اکولوژیکی نخود، گفتیم که در شرایط خشکی از خود مقاومت نشان میده. ما ریشه آن را دیدیم که تراکم ریشه آن خیلی زیاد هست، مقدار ریشه تولید شده فیبوت خیلی زیاد هست و سطح زیادی از ساحر خواهد گرفت و مواد غذایی و رطوبت مورد نیاز خود را از ساحات خیلی وسیع به دست خواهد آورد. بنابراین در شرایط خشک هم میشه که ما تولید خیلی خوب داشته باشیم، در صورتی که باران مناسب در شرایط للمی در طول سال داشته باشیم. نخود گیاهی است مقاوم به خشکی، نیاز به اقلیم های خشک و سرد داره، دارای دو تیپ زمستان و تیپ تابستانه هست. اونهایی که تیپ زمستانه هست به مقابل سردی و مقاومت داره، طول عمر زیادتر دارن و اونهایی که تابستانه هست طول عمر کوتاه‌تر و در مقابل سردی از خود عکس العمل منفی نشان میدن. تیپ زمستانه دارای دانه های ریز بیشتر در ممالک شرقی آسیا و ایران کش میشه و تیپ کوچک با گل های صورتی فرم رویشی تقریبا با حالت خوابیده داره، دانه ها و رنگ های مختلف و دارای رنگیزای آنتیسیانین هست. آنتیسیانین یک ماده رنگ دهنده هست که خود دانه به شکل تیره آن نشان میده.
تیب تابستانه دارای دانه‌های درشت به شکل کریم مانند هست، فاقد آنتیسیانین هست، گلهای سفید داره. نخود نه تنها حرارت بالا بلکه حرارت پایین نیز تحمل میکنه، خصوصا آنهایی که طول عمر زیادتر دارن درجه حرارت بالا نیز به خوبی و درجه حرارت پایین همچنان تعامل کرده میتونه. جوان زنی بذرها در دمای 2 تا 5 درجه سانتیگراد هست، پایین ترین درجه حرارت که بذر جوان میزنه در یه حدود ها هست 2 تا 5 درجه، یعنی پایین تر از 2 درجه اگر کشت میکنید شرایط مناسب برای جوان زنیان نیست. شاخ و برگ بین 8 تا 11 درجه زیر صفر تحمل میکنه. گفتین که از جمله نباتاتی است که شرایط درجه حرارت بالا و حرارت پایین تحمل کرده میتونه، یعنی 8 تا 11 درجه زیر صفر هم به شاخ و برگ آن تحمل میکنه. بران نباتی است که مطلوب در شرایط سرد، در شرایطی که زمستان های سرد تر دارن نیز می باشد. حرارت مطلوب یا اپتیمم بین 20 تا 30 درجه هست. در طول دوره گلدهی حرارت متدل، هوای داغ و تنش های خشکی کاهش محصول در قبال خواهد داشت. زمان گلدهی زمان حساس برای نخود هست، در صورتی که در زمان گلدهی در طول دوره گلدهی حرارت با حالت متدل تر باشه، هوا داغ باشه و تنش خشکی ایجاد بشه، رطوبت زمین کم بشه، محصول کاهش خواهد یافت. دوره گلدهی ممکن بیش از 1 ماه باشه از شروع دوره گلدهی تا ختم دوره گلدهی، آن در حدود 1 ماه به طول خواهد انجامید. گیاهی است با رشد نامحدود، غلاف ها به طور همزمان نمیرسه، شاخ و برگ زیادتر تولید میکنن، اکثرا به شکل و در کل به شکل بوته‌ای هست. رشد آن شاخ و برگ زیادتر تولید میکنه، ساحات وسیع‌تر میپوشونه و به نفع خود دیقان خواهد بود. تمام بذرها به یک زمان نمیرسه چون بین زمان گل نمیکنه، منان از زمان شروع گلدهی تا ختم گلدهی حدودا 1 ماه به طول خواهد انجامید و زمانی که درجه حرارت روز 35 درجه و شب 14 درجه باشه حرارت مناسبی برای رشد نخود خواهد بود. این بود موضوعاتی که در جلسه همراهتان بحث کردیم از اهمیت نخود و خصوصیات نباتی نخود که در مجموع گیاه یک ساله هست. مناطق آمده کشتان افغانستان، ایران، ترکیه، افریقا، اروپا، ایتوپی، امریکا، استرالیا، هندوستان 60% سایه زیر کشته، دارای ریشه های قوی، ارتفاع بوته 20 تا 60 و به همین ترتیب از مورفولوژی خود ریشه، گل و برگ و پله ها و غلاف ها و در نهایت نخود به 2 دسته تقسیم میشه، دو گروه نخود کابلی یا ماکرواسپرم ها و نخود محلی یا ماکرواسپرم ها که دو نوع خیلی مهم نخود در جهان هست. نخود کابلی که در هندوستان هم زیاد مشهور هست و نخود محلی که مقدار دانه در فواید غلاف آن کم زیادتر هست، وزن از دانه کمتر داره و نیازهای اکولوژیکی از جمله حبوبات مناطق خشک است، شرایط للمی با کمترین مقدار رطوبت میترین کشت بکنین و حاصل خوبی از آن به دست بیارین. درجات حرارت مطلوب هم حدودا 20 تا 30 درجه هست،
در زمان رشد ریشی، ولی درجه حرارت پایین حتی تا منفی 11 درجه نیز تحمل خواهد کرد. موفق و کامیاب باشید.